بسم الله الرحمن الرحیم. مراسم مربوط به مسئله درخت و گیاه و گل به طور طبیعی یک تراوتی دارد و خوشبختانه احساس می شود که در کشور میل به سمت اهتمام به مسئله گل و گیاه و وضعیت بوستانها و استفاده از این جهت در سالمسازی محیط زیست تقویت می شود. ما از این خرسندیم. به خصوص اون چیزی که بنده رو تشویق کرد که امروز در این جلسه با حضور شما دوستان شرکت کنم این بود که اینجا متعلق به بخش کم برخوردارتر از شهر تهران است، بخش محروم تهران. وجود یک چنین بوستانی، یک چنین امکانی در این بخش از تهران به نظر فرصت بسیار خوبی است، مغتنمی است. خرسندیم که به حمد الله در نهایت بین مسئولین امر، یعنی کسانی که این مجموعه متعلق به اونها بود و کسانی که امروز از اون بهره برداری میکنند، شهرداری و نیروهای مسلح، توافق برقرار شد و اینجا سرانجام خوبی انشاءالله خواهد یافت. مسئله گیاه و بوستان و درخت و این چیزها جز مسائل اصلی است. اینها رو جز مسائل فرعی نباید به حساب آورد. درسته که چشمها و نگاهها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشنده می شود. معمولا اینجوره. لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانی است اهمیت بیشتری از اونها دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. واقعا اگر ما به مسئله آب، خاک، هوا و اون چیزهایی که منتهی می شود به این چیزها، مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، مثل جنگلها، مثل وضع شهرسازی اگر نبردازیم، زندگی مردم شیرین نخواهد شد. صنعت و پیشرفت صنعتی و درآمدهای فزاینده کشور و افتخارات و گوناگون علمی متن زندگی و واقعیت زندگی رو شیرین نمی کنه. همه اینها باید مقدمه باشد برای اینکه مردم زندگی سالم و شیرین و مطلوب داشته باشن. از جمله چیزایی که مساس مستقیم داره مسئله محیط زیست، محیط زندگی انسان هاست، مسئله آب و هواست، ریشه های اون، بنیان های اون که خاک است و جنگل است و درخت است و بقیه چیزها اهمیت درجه یک پیدا میکنه. من خواهش میکنم مسئولینی که در بخش های مختلف هستن به این نکته توجه کنن که نگاه به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار، نگاه به مسئله دود، نگاه به مسئله هوای سالم، نگاه به مسئله آب سالم و محیط زیست سالم، مسئله جنگل ها، اینا نگاه های اصلی است. اینها رو در متن برنامه ها
در مجاری همه برنامه‌های زندگی اینا رو بگنجونن. من بر روی مسئله محیط زیست، مسئله بوستان، یه نمونه از کاریش که مربوط به محیط زیسته تکیه میکنم. مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن، مال این دولت و اون دولت و این وزیر و اون وزیر که نیستن. اینا مسائلی مال ملت هاست، اونم نه ملت ها در یک نسل، ثروتیست متعلق به ملت ها در طول تاریخشون. از اینا باید استفاده کنید. رو مسئله تخریب جنگل ها حساس باشید، فشار به جنگل ها زیاده، جنگل ها رو باید حفظ کرد، منابع طبیعی را، این مراتع را، مراتع باید حفظ کرد. من حالا آقایون مسئولین دولتی اینجا حضور دارن، من جدا از این طرح باغشهرها نگرانم. آقای رئیس جمهور هم چند بار با من مطرح کردن، گفتم به ایشون من نمیدونم چی پیش میاد، سوء استفاده چی ها چه کار خواهند کرد. با این نگاه نگاه کنید ببینید که راه رو باز نکنید. یه عده ای سوء استفاده چی هم همینجا که داره درست میشه، هر جا که برای یه کار عام المنفعه ای در نظر گرفته میشه، همین آمارهایی که آقای شهردار محترم دادن، من میدونم مطمئنم یه عده ای نشستن کمین گرفتن ببینن چطور میتوانن این طعمه رو برو باگن. جنگل های اطراف شهر هست، زمین های جنگلی و مناطق جنگلی هست، خب با زحمت زیاد در طول سالیان زیاد اینها به وجود آمده، نگاهشون به این هاست. من گاهی میرم این مناطق شمال، ارتفاعات از اونجا نگاه میکنم، میبینم چه اتفاقی داره میفته. بارها هم به شهردارهای مختلف این رو گفتم، البته کار شهرداری فقط نیست، مجموعه های مرتبط با شهرسازی، مجموعه های مرتبط با مراتع، همه باید همکاری کنن. نگذارید تهران بیش از این بزرگ بشه، نگذارید به این زمین های جنوب البرز اینقدر تعرض بشه، جلوی اینها رو بگیری. یه عده‌ای هستن دنبال پولن، فقط مسئلهشون مسئله پول، دیگه نگاه نمی‌کنن که حالا این جایی که اونا دارن برای پول تخریب میکنن، تصرف میکنن، به چه قیمتی تمام خواهد شد برای کشور، برای مردم، برای شهر تهران. هیچ براشون اهمیت نداره. اون کسی که دیدبان و پاسبان و پاسدار این منافع ملی شما هستید، نباید بگذارید. در همین طرح‌های فضای سبز، حالا آقای شهردار محترم گفتن، قبلا هم گزارش رو من دیدم، اینجا نزدیک 300 هکتار زمینه، خب خیلی مهمه. ایشون میگن 200 هکتارشو میخواییم، 220 هکتار ظاهرن میخواییم اینجا فضای سبز درست کنیم. مواظب اون بقیه باشید، مراقب باشید اون بقیه، اون 70 هکتار دیگه یا 80 هکتار دیگه. 70 هکتار وسط شهر چنین جایی چیز کمی نیست، اینجا زمین هاییست که متر مترش محاسبه داره. حالا اینجا 70 هکتار شما اینجا زمین دارید، این زمین ها مراقب باشید که چه اتفاقی بناس برای اینها بیفته. با دقت مراقبت، شما خودتون به حمدالله خب پاکید، اهل هیچ گونه استفاده سو نیستید، اما اینجور نیستش که تمام محیط زندگی خالی از آدمای سو استفاده جو باشه. مراقب باشید طرحی که میخواید اینجا اجرا بکنید طرحی باشه که براش طراحی نشده باشه از بیرون محیط شما. به بعض از توجیهای گوناگون، توجیهای اقتصادی، نمیدونم فلان، مرکز تجاری، همینطور بقیه جاها، حالا اینجا بزرگترینه، اینجا مهمترینه، اما تهران بازم مراکز دیگه داره، مراکزی که اینها رو میتوان فضای سبز درست کرد، میتوان فضای تنفسی برای تهران درست کرد، میتوان ریه های تهران رو تقویت کرد. حقیقتا این ریه های تهران ضعیفه، تهران شهر بزرگی است،
جمعیت زیادی داره. فضای سبز در این شهر خیلی کمتر از اون مقداری که باید باشه با همه زحمات که شماها کشیدید. البته امروز با دوره پیش از انقلاب طرف نسبت نیست. من خب اون وقت می آمدم تهران، تهران رو می دیدم، شهر کثیف شلوغ، همیشه بد هوای آلوده، اینجوری بود تهران. بوستان ها هم خیلی محدود، امکانات هم خیلی کم. امروز خب به حمدالله اونجوری نیست، تهران تهران دیگری است. لکن در این حال هنوز فضای سبز تهران شما از بالا که نگاه میکنید اینجا رو میبینید. تهران شهر متراکمیه، بیش از اینها بایستی اینجا باز بشه و فضای تنفسی پیدا کنه. این شهر مراقب باشید جاهایی که در مناطق گوناگون شهر در اختیارتون هست، اینها در خدمت فضای سبز قرار بگیره. نظارت‌های قوی خیلی لازمه، چه نظارت‌های حفاظتی و حراستی، چه نظارت‌های قضایی که خوشبختانه گفتن و شنیدم من که پرونده‌های قضایی تشکیل شده، منتها بیش از این باید باشه. آقایونی که مسئول مسائل شهری هستید، چه در دولت چه در شهرداری، با دستگاه قضایی وارد بشید، درخواست کنید، مطالبه کنید، همکاری کنید، دنبال کنن این چیزها رو. یک عددی رو ذکر کردم که این مقدار هکتار برگشته به بیت المال. من به ذهنم اومد که خب این مقدار از چه مقدار نسبت مهمه، اینجاها عدد رقم مطلق اهمیتی نداره، باید دید نسبت این مقداری که برگشته از اون مقداری که برنگشته این نسبت چیه. این است که به ما خواهد فهمون که ما پیشرفت کردیم یا نه. باید جوری باشه که پیشرفت کنیم. به هر حال بوستان ها هم تو که عرض کردیم ریاهای تنفسی شهرن، این کار بسیار کار خوبیه. ما هر سال یه دو سه تا درخت می کاشتیم، لکن در این مراسم اینجوری من شرکت نمی کردم. امسال خب چون این کار بزرگیست داره انجام می گیره، به خصوص هم تو که گفتم در جنوب شهر تهران است و نیاز اینجا فراوانه، تراکم اینجا خیلی زیاده، تراکم جمعیت و تراکم ساختمان در این منطقه خیلی زیاده، امکانات هم کمه. بنابراین این کار برای تهران، برای این بخش تهران به خصوص یه چیز لازمی بود و من شرکت کردم. انشالله که موفق باشید این کار رو پیش ببرید. به من گفتن آقای شهردار محترم که ما تا خرداد 60 هکتار این رو تحویل میدیم. انشاءالله همه تون منتظر باشید خرداد، سوم خرداد بیایید 60 هکتار اینجا تحویل بگیرید. من براتون دعا میکنم، برای همه تون دعا میکنم، برای هم مسئولین، هم کارکنان، کمککاران، کسانی که همت میگمارن، کسانی که تصمیم میگیرن، کسانی که تصمیم میسازن. دعا میکنم که خداوند کمکتون کنه، توفیقتون بده و این بخش فرهنگی هم که اشاره کردید بسیار بخش مهمیست، یعنی خیلی جدی بگیرید مسئله فرهنگ را، که فرهنگ روحه. همه این هایی گفتیم اینا جسم زندگیست، این جسم زندگی یه روحی داره، اون روح فرهنگه که اگر چنانچه با جهت دینی و جهت الهی و اینها باشه، طبعا همون چیزی خواهد شد که مورد نظر اسلام به انسانهای پاکیزه و معصوم هست. خداوند انشاءالله همه شما رو موفق و معید بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.